سلام به همتون. برای بچه اپکس لیجنز، نیما وکسیز هستم و در این ویدیو میخوام بهتون درباره ایرومای احتمالی که در اپکس میان با هم دیگه صحبت کنیم، پس این ویدیو رو از دست ندین. بعد از اومدن ایلروم رمپارت که ایلروم چند موفقی هم نبوده، حالا با توجه به کسی که این استور خواستن که همه اسکینا رو بگیرن که ایلروم رمپارت رو داشته باشن، البته اینم بگم یه سری استریمر کلا کرم اینو دارن، خیلی هم مایه دارن، یه سری پلیرها کلا ترجیح میدن هر ایلرومی رو داشته باشن، نه که صرفا از اون ایلروم خوششون بیاد. برای همین این آمار اومدن فاکتور گرفتن، ایلروم رمپارت خیلی ایلروم در واقع کم فروشی بوده و تمامی ایلوم خیلی خوب فروش داشته بجز ایلوم رمپارت. این بنده خدا خود وکیلی هم آچار، آخه کدوم آچار؟ آخه من طرف رو با آچار بزنه نمیدونم، یه ذره خیت خلاصه. حالا دیگه اونایی که واقعا عاشق رمپارتن رفتن گرفتن، کلا ایلوم رمپارت و میراج کم فروش ترین ایلوم های داخل بازی بوده. گفته میشه که ایلوم واتسون قراره ایلوم بعدی باشه. حالا اینم بگم اینا ترتیب و شاید به هم بخوره، من که الان میگم ایلروم بعدی برای واتسونه شاید واتسون نباشه، چون این سیزن قرار بود واتسون بیاد، همه جا میگفتن واتسونه، خود ایپکس هم حتی توی پیامایی که میداد، کد نویسی که داشتن، میگفتن واتسونه، ولی یهو رمپارت و سورپرایزی دادن بیرون. خلاصه یعنی این موقع دیدی سورپرایز شدیم، یه ایلروم دیگه مثل ایلروم رونانت که یه دفعه دادنه، شاید یه ایلروم دیگه اصلا جای واتسون بیاد. ولی در کل ایلروم واتسون که میگن ایلروم بعدی، قرار کانسپتش اینجوری باشه. حالا منی که اون واتسون پلیر ازم اونقدر حال نکردم، خدای این چیه، دستگاه یه جوری، یعنی نمیدونم، حالا شوک میده مثلا الکتریسیته میزنه، یعنی گان مله محسوب نمیشه، برای خودش یه پا گان محسوب میشه. حالا میگن 70% درصد اینه، یه سری هم میگن نه هنوز همون شمشیر به قول معروف سوزنی و زوروار واتسونه که دورش الکتریسیته است، اگه اون باشه که واقعا خوبه برای واتسون، چون واقعا یه چیز باید بدن که به درد هیت مله بخوره، این دستگاه اصلا بهش نمیخوره، یعنی بخوای بزنی هم نمیشه با دستگاه بزنی تو صورت طرف کیا. یه طوریه خلاصه، ولی امیدوارم همون شمشیری باشه چون قشنگتر گنه رو واتسون. یه موردی هم به اسم کریپتو ایلروم اومده که آپتیکه. اولتون بگم که کلن ایلروم آپتیک خودش یه ایلروم نیست، یعنی اینجور نیست که با این مثلا آپتیکش بیایی هیت بدی یا نمیرو مثلا با هولوسایت که نمیرو نمیرو بزنی چه. بعد کلن به اتچمنت هایی که روی گانای خاص و لژندری مثل مثلا کریبر باشن، حالا کریبر به جز اسکوپش کلن اتچمنتی نداره، اسکوپش هم نمیشه جدا کرد، به اینا میگن ایلروم اتچمنت، در واقع چیزی که گفته میشه بهش. حالا میگن این اتچمنت فقط به درد کریپتو پلیرا میخوره، نه که به درد لژندای دیگه نخوره، ولی اسمش کریپتو ایلرومه، یعنی واسه کریپتو یه دونه مزیت اضافه داره. احتمالاً این آپتیک خاص که روی سری گانا که احتمالاً قراره فقط رو فلت لاین بخوره. حالا میگن این آپتیک داخل مپ پیدا میشه یا کر پکیج مشخص نیست، احتمالاً داخل کر پکیج بشه چون بالاخره رو زمین پیداش کنه خیلی نامردی خدا وکیلی. یعنی حالا میخوام به جای اینکه این بعد آپتیک گولد داخل کر پکیج پیدا بکنی، حداقل داخل این آپتیک های خاص داخل کر پکیج پیدا بکنی. درباره ایلروم کریپتو هم باید بگم که ایلروم کریپتو احتمالاً همون شمشیر یا کاتانا شاید حتی باشه. ایلروم اورایزن هم که خیلی منتظرشن، احتمالاً چاقویی باشه به اسم چاقوی ستاره سیاه، حالا بلک استار نایف میگن بهش، که احتمالاً همون خودکار هورایزن میگن یه سری افراد که یالا یه دکمه چیزی داره میزنی این چاقوی فعال میشه. خب بلک استار کلا توی حالا علم نجوم، الان یه ذره وسط نجوم بگم، ستاره سیاه ماده سیاه که تو فاز این ماده عجیبیه، خلاصه چیز خفنه، این که میخوام به هورایزن ربطش بده نظره باحالش میکنه. آقا این بود از این ویدیو، امیدوارم ازش لذت برده باشین، نظرتتون رو داخل کامنت با هم بگین، به نظرتون اصلا کدوم ایلروم از همه بهتره، حالا چه ایلرومایی که تو بازی هست و چه ایلرومایی که قرار بیاد با توجه به این ویدیویی که البته دیدین. من خودم به شخصه میگم که ایلروم واتسون اگه همون شمشیر سوزنی باشه خیلی قشنگه، بخصوص با اون افکت خاصش. اگه نظرتون با من تفاوت داره حتما به من بگین، با هم بحث بکنید ببینیم چه جوریه. اینستاگرام منو فالو بکنید، هر شب من دارم تقریبا استریم میکنم، فعلا ایپکس اونقدر نمیتونم استریم کنم به خاطر وضعیت خراب اینترنت کل کشور، نه فقط یعنی حالا اینترنت من بگم اونقدر وضعیتش خرابه که دروغ گفتم، ولی میخوام ترجیحاً یه استریم اگه قرار ایپکس داشته باشیم یک مقدار کیفیتش بهتر باشه. واسه که این چند روز اول فعلا بازی دد بای دیلایت رو داریم استریم میکنیم، دد بای دیلایت هم اگه دوست داشته باشین میتونم راجعش محتوا داخل چنل بذارم، دوست داشته باشین که من میذارم، بخواین نخواین من میذارم. حالا
دیر و زود داره، فقط فعلا میخوایم یه ذره محتوای اپکسمون بیشتر پیش بره، یه ذره داستانامون و حالا ویدیوهای آموزشیمون بیشتر بشه، بعد ایشالله به بازیهای دیگه هم میپردازیم. دوستتون دارم، تا ویدیو بعدی، خدافظ.